کشته شدن دست کم 3 نفر طی حمله معترضان به کنسولگری ایران در کربلا. سرکنسول از زائران خواست فعلا به عراق نروند. برگزاری 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. آمریکا ستیزی همچنان سر لوحه سیاست خارجی ایران. هشدار میخائیل گورباچف درباره خطر تنش هسته‌ای میان روسیه و غرب. آخرین رهبر شوروی میگوید تنها راه نجات بشر نابودی سلاح‌های کشتار جمعی است. روز دوشنبه 13 آبان یار با 4 نوامبر 2019 خوش آمدید. در جریان حمله دیشب معترضان عراقی به کنسولگری ایران در کربلا دست کم 3 نفر کشته شدند. بعضی از منابع گزارش کردند که این افراد بر اثر شلیک پلیس محافظ کنسولگری از پای درآمدند، هرچند بعضی دیگر قتل آنها را به افراد مسلح ناشناس نسبت دادند. وزارت امور خارجه عراق حمله به کنسولگری ایران را محکوم کرده. کنسولگری ایران در کربلا هم از ایرانیان خواسته تا بازگشت آرامش به این شهر از سفر زیارتی به آنجا خودداری کنند. جزئیات در گزارشی از مهرداد فرهمند. حمله دیشب به کنسولگری ایران در کربلا اوج ابراز خشم معترضان نسبت به قدرتمندانی در عراق است که به وابستگی به ایران معروفند و هفته هاست آماج اعتراض و اتهام به فسادند. اليوم جينا هذه کربلا الشباب متفضين مقابل قصوری الایرانی على مود ينزلون علم الايراني ويرفعون علم العراقي. مردم کربلا به پا خواستند. دیگه امکان نداره اجازه بدن ایرانی‌ها و احزاب فاسدی که از ایران پیروی می‌کنن در کربلا بمونن. چه در کربلا و چه در همه عراق. از طنز تاریخ این حمله در شب 40مین سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران رخ داد. چه بسا رئیس جمهور آمریکا از همین رو ویدیوی حمله به کنسولگری ایران در کربلا را در توییتر بازنشر کرد. البته گفته می شود حمله به کنسولگری ایران چندان هم خودجوش نبوده. از دیروز ورود پیروان این روحانی شیعه سید سرخی به کربلا گزارش شد. سیدی به شدت مخالف ایران با افکار شیعی افراطی و خود داعیه دار مرجعیت. من هو الاخطر من الدجال و صرحت رواة اهل البيت بانهم من يدعي موده اهل البيت من يدعي التشيع. گفته می شود حمله به کنسولگری ایران در کربلا را پیروان سید سرخی آغاز کردند. مرتضی فرهمند، BBC. موضوع رو بیشتر با نفیسه بررسی میکنیم. نفیسه، حمله به کنسولگری ایران در شهری مثل کربلا چقدر انتظارش میرفت؟ جمال، اول اینو بگم که در روزهای الان عراق همه چی دیگه قابل انتظاره. با این موجی که شروع شده و حتی تحلیلش برای کسانی که اونجا هستن، چه برای سیاسی ها چه برای مردم عادی، دیگه سخت شده. اما اون فضایی که من از کربلا دیدم وقتی که سال قبل برای پوشش اربعین رفته بودیم، همون موقع هم یک نگاه متفاوت به ایران رو میشد اونجا حس کرد. مثل هر شهر دیگه عراق اونجا هم نگاه ها متفاوته. اینطور نیستش که با وجودی که شهر به شدت مذهبی هست و حتی شما بدون حجاب نمیتونین وارد بشین، جزو شهرهایی که ورودیش به شما میگن باید حجاب داشته باشین، و تو اون بستر بود که خب ایران هم با همه روابط تاریخیش، تمام روابط مذهبی که وجود داشته، تونسته خیلی رشد بکنه، سرمایه گذاری کرده و طرفدار داشت. ولی در مقابل اون چیزی که ما اونجا دیدیم اینه که اون میزانی که ایران مدام خودش رو اونجا تبلیغ کرده یا در ذهن بقیه داره دخالت میکنه در حتی امور کربلا، باعث شده که بین حد جوانها این دیدگاه ایجاد بشه که ایران در زندگی اجتماعی اونها هم داره تاثیر میذاره. یه مثال بزنم، سال قبل بحث بزرگی ایجاد شد بر سر خوردن مشروبات الکلی در کربلا و اعلام شد که خوردن مشروبات الکلی در کربلا نه تنها ممنوعه که میتونه مجازات هم بشه، و بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی این رو ربط دادن به ایران و اینکه این فرهنگ، این نگاه از ایران داره میاد و در زندگی مردم عراق داره تاثیر میذاره. کربلا شهریه که همین چند مدت پیش گروه‌هایی که
کمونیست هستن یا سکولار هستن هم شروع کردن به فعالیت. و جالبه که در انتخابات هم تا حدی تونستن، انتخابات دو سال پیش تونستن موفق هم باشن. با این نگاه متفاوت میشد انتظار داشت که اتفاقی مشابه آنچه که در بصره افتاد در کربلا هم بیفته. جالبه که دوتا شهر خیلی شبیه همن، به شدت شیعه هستن، به شدت مذهبی هستن و به نوعی یک رابطه ویژه‌ای هم با ایران دارن، ولی این فضایی که الان هست و اون دیدگاهی که الان مردم دارن نسبت مردم، بخشی از مردم دارن، اینه که ایران داره تو زندگی شخصی اونها هم حتی تأثیر میذاره و میشد انتظار داشت که برخورد بکنن، به خصوص در کربلا که رشد چندانی از نظر، با وجودی که این همه پول وارد کربلا میشه، واقعا اگر کربلا رو ببینین رشد چندانی نکرده و خیلی ها گروه های نزدیک به ایران رو متهم میکنن. وقتمون خیلی کمه. دولت، نخست وزیر عادل عبدالمهدی گفت هشدار داده، میتونن وضعیت رو کنترل کنن؟ به نظر میرسه که نه، با توجه به اینکه تا الان با اینکه خب کشته هم داشته، اما به نظر میرسه که هم دولت به شدت ترسیده و عقب کشیده و نمیخواد از سرکوب خیلی شدید استفاده بکنه. خود آقای عبدالمهدی هم شخصیتا به نظر میرسه کسی نیستش که بالفرض، خیلی ها مقایسهش میکنن با نخست وزیرای قبلی که تونتر حرف می زدن و می اومدن و سرکوب می کردن و جلوش رو می گرفتن، حتی آقای عبادی. ولی به نظر می رسه که آقای عبدالمهدی اینطور نیست. علاوه بر این که واقعا میگم تحلیل اتفاقاتی که داره الان می افته خیلی سخت شده. من امروز صبح با چند گروه مختلف صحبت کردم، چه گروه های صدری، چه گروه های مخالف صدری ها، چه گروه های نزدیک به ایران و مخالف ایران، و همشون میگن که این دیگه موجیه که کاملا از کنترل خارج شده و نمیشه پیش بینی کرد که مردم کی برمیگردن به خونه هاشون. ممنونم از نفیسه کوهنورد. امروز در 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و آغاز بحران گروگانگیری، تظاهراتی در گوشه و کنار ایران برگزار شد. در تهران صدها دانش آموز در این روز که روز دانش آموز هم هست، مقابل سفارت ساختمان سفارت سابق آمریکا علیه این کشور شعار دادند. در مجلس هم نمایندگان طرحی تصویب کردند که از دولت میخواهد آنچه را که آنها جنایت های آمریکا مینامند در کتاب های درسی گنجانده شود. کسرا ناجی گزارش میدهد. تصاویر تلویزیون دولتی ایران از تظاهرات ضد آمریکایی امروز در شیراز، در اهواز، در قم، در روز دانش آموز زنگ آمریکا ستیزی در بعضی از مدارس. امسال در 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا و آغاز بحران گروگانگیری، واقعی که تندروها در ایران مصرند که هر سال آن را بزرگ بدارند. زن جان نار جان برند. روزی که شروع انزوای ایران بود و تحریم های آمریکا که هنوز هم ادامه دارد. تحریم اقتصادی دیگر اثر ندارد. تحریم هایی که صادرات نفت ایران را تقریبا به صفر رسانده. واقعی که راه را برای حمله عراق به ایران باز کرد و جنگی خونین و ویرانگر برای 8 سال. در تهران در مقابل ساختمان سابق سفارت آمریکا، این دانش آموزان مدارس خوشحال از تعطیلی کلاس ها. آنها این پیام رو از نظام مقدس جمهوری اسلام، سخنران اصلی فرمانده ارتش، از مردم ایران درک کردن که دوران فشار با هزینه صفر به پایان رسیده است و ایران سربلند اسلامی برای پاسخ به فشارها اراده و امکانات و اجماع لازم را در اختیار دارد. در مجلس هم شعارهای ضد آمریکایی. نمایندگان طرحی را تصویب کردند که از دولت می‌خواهد آنچه را جنایت‌های آمریکا می‌خوانند در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها جا بدهد. دیوارهای ساختمان سابق سفارت را هم این روزها با دیوارنگاره‌های تازه پوشاندند علیه آمریکا و هر نوع مذاکره با آمریکا در اوج تحریم‌های آمریکا که ظاهراً برای تندروها دستاورد تلقی می‌شود. کسرا نجی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه.
رسیده به 8660 سو و تولید اورانیوم ما که قبلاً ایران در آستانه گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ایش از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای نسل جدید IR6 رونمایی کرد. در حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در کربلا دست کم 3 نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند. گزارش شده که در بغداد هم 5 نفر به ضرب گلوله جانشان را از دست دادند. معترضان لبنانی خیابان‌های اصلی بیروت و شهرهای بزرگ دیگر را بستند. رسانه‌های محلی می‌گویند معترضان در خیابان‌های اصلی بیروت با آتش زدن لاستیک رفت آمد را مختل کردند. مدارس و دانشگاه‌ها هم تعطیل شده. اعتراضات مردمی به استعفای سعد حریری از نخست وزیری انجامید. از آغاز این اعتراض‌ها بیش از 2 هفته می‌گذرد. معترضان حالا خواهان تغییر کل نظام سیاسی لبنان هستند. یک عضو کابینه امنیتی اسرائیل از احتمال حمله زمینی گسترده به غزه خبر داده. یووال استاینیتس وزیر انرژی اسرائیل گفته که برای از بین بردن حماس چاره‌ای غیر از این نیست، هرچند اذعان کرده که برای اسرائیل هم هزینه خواهد داشت. در چند روز گذشته درگیری‌هایی بین اسرائیل و گروه‌های مسلح در نوار غزه رخ داده. رسانه دولتی چین از مسئولان این کشور خواسته در مقابل معترضان در هنگ کنگ اقدامات جدی‌تری انجام دهند. این در حالی است که روز شنبه معترضان به دفتر آژانس خبری دولتی چین حمله کردند. در روزهای اخیر معترضان در هنگ کنگ خیابان‌های اصلی چند محله تجاری را بستند و چندین ایستگاه مترو را آتش زدند. نزدیک به 22 هفته از شروع اعتراضات در هنگ کنگ می‌گذرد. برای تعیین هویت 39 مهاجر که اجسادشان 10 روز پیش در کامیونی در بریتانیا پیدا شد، چند مقام ویتنامی وارد این کشور شدند. گفته شده که آنها برای سرعت بخشیدن به روند شناسایی اجساد همراه خود نمونه‌های DNA آوردند. نظر غالب این است که احتمالاً همه قربانیان اهل ویتنام بودند، هرچند هویت آنها رسماً اعلام نشده. راننده کامیون به اتهام قتل غیرعمد بازداشت شده، 8 نفر هم در ویتنام دستگیر شدند. 41 مهاجر افغان در یک کامیون یخچالدار در شمال یونان پیدا شدند. به هیچ یک از آنها آسیب نرسیده. در همین حال، اتومبیلی یک دختر 2 ساله عراقی را در اردوگاه شلوغ مهاجران در جزیره خیوس یونان زیر گرفت و کشت. پلیس گفته که آن اتومبیل متعلق به یک سازمان امدادرسان است.